با سلامی گرم خدمت بینندگان عزیز تلویزیون کانال جدید، من مهین علی پور به همراه همکارم غلام رضای سومن در اتاق فرمان امروز 3 آبان ماه 1393 برابر با 25 اکتبر 2014 در خدمتون هستیم با یکی دیگه از برنامه های تلویزیونی علیه تبعیض. بله، برنامه این هفته ما موضوعی هست پیرامون کمپین های مختلف جهانی علیه اسیدپاشی ها تو ایران. پدیده زشت، زجرآور، دردناک که پیامدش جز بدبخت، به قول عامیانه، بدبخت کردن یک زن، از دست رفتن صورت یک زن و زجر و ناراحتی همیشگی نه تنها برای اون قربانی بلکه برای بقیه اعضای خانواده هم هست و این اتفاق داره الان تو ایران صورت میگیره. ناگفته نمونه در کشورهای فقیر. اصلا بهتره که ما یک مقدار راجع به خود پدیده اسید پاشی صحبت کنیم. این پدیده، این اتفاق میشه گفت غیر انسانی، زشت و دردآور در بیشتر در کشورهای فقیر و کشورهای تاثیر گرفته از قوانین دینی بخصوص قوانین اسلامی و فرهنگ مردسالار صورت میگیره. کافیه که زن یا یک دختر نه بگه به یک مرد، به یک مرد تو خانواده، به یک خانواده و به یک شخصی. کافیه که اون شخص، اون کسی که قربانیه، بخواد تصمیم میگیره برای زندگی خودش. به راحتی و به سادگی چند لیتر اسید میارن و روش میریزن و به قول عامیونه برای همیشه اون زن رو بدبخت میکنن. آماری که ما داریم اینجا، من دوست دارم یه اشاره بهشون بکنیم. همونطور که گفتم تو کشورهای فقیر و جاهایی که همیشه سعی میکنن زن رو پایین تر نگه دارن، زن مجاز نیست که بره تحصیل کنه، زن نمیتونه تو روابط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی جامعه نقش مفیدی داشته باشه، بنابراین اختیارم نداره روی زندگی خودش و با زمانی که یک نه میگه اونو به این صورت قربونی میکنن. در بنگلادش بین سال 2000 تا 2013 3512 زن قربانی اسید پاشی شدن. در پاکستان سالی 3000 حدود ببخشید 300 بین 300 تا 400 زن قربانی این پدیده زشت میشن. در کولومبیا در سال 2012 250 زن قربانی این اسید پاشی شدن. در هندوستان در طی 3 سال 518 قربانی بخصوص از بین زنان ما داشتیم. در بنگلادش این امر اینقدر اتفاق میفته روزانه که یک کمپین دائمی علیه این اسید پاشی وجود داره که روزهای بخصوصی رو، بخصوص روز زن یعنی 8 مارس رو، به این امر اختصاص میده. و در پاکستان هم همینطور کمپین های مداومی هستن که بر علیه اسید پاشی مبارزه میکنن و سعی میکنن افکار عمومی رو علیه این پدیده زشت درست کنن. ناگفته نمونه همین چند وقت پیش بود 2012 که یک ژورنالیست پاکستانی شرمین اید یک فیلمی میسازه که این فیلم بر علیه این پدیده زشت اسید پاشی بود که جایزه اسکار هم میگیره و این فیلم چنان دردناکه که الان هم روی یوتیوب شما میتونید نگاش کنید، ولی اول سراغ سن شما میره که مطمئن بشه سن بالای 18 سال یا 20 سال هستش که این فیلمو اون نظارگر، این فیلم نتونه اون نظارگر رو اذیت کنه. صحنه‌های بسیار میشه گفت غیر انسانی و ناراحت کننده در این فیلم هست. ولی الان ما شاهد این هستیم که این پدیده داره توی ایران صورت میگیره، ولی ماهیتاً فرق داره. این پدیده از طرف یک دولت داره صورت میگیره، اسید پاشی دولتی و سیاسی. یک دولت زبون، یک دولتی که زیر بار 35 سال مبارزه زنان خورد شده و هنوز زنان رو وادار نکرده که اون حجاب اجباریشو تحمل کنن و اونطور که اون دلش میخواد دنبال کنن و در حالت زبونی و ضعف خودش میاد به این کارشنی
میپردازه و میخواد زنا رو منکوب و مطیع خودش بکنه. ناگفته نمونه که ما شاهد تظاهرات بسیار زیاده میشه گفت که از طریق تمامی مردم تو ایران بودیم. شعاراشو شما حتما دیدید، ایران و جمهوری اسلامی رو به حکومت داعش مقایسه میکنن و امام جمعه ها رو زیر صحبت خودشون میبرن و میگن اون فتواهایی که امام جمعه ها دادن باعث میشه که به این جریان به اینجا ختم بشه، بسیج و نشونه میگیرن و به طور کلی دولت جمهوری اسلامی رو. این یک امر دولتی و سیاسی اسید پاشی دولتی میشه گفت، ولی جمهوری اسلامی از این نشونه خم میکنه و سعی میکنه این گناه رو به گردن 4 نفر که به خاطر مسائل شخصی این کارو کردن بندازن. همزمان با اعتراضات مردمی تو ایران، در خارج از کشور هم میشه گفت واقعا مردم بیکار ننشستن و واقعا شب و روز ندارن و سعی میکنن افشا کنن که این یک اسید پاشی دولتیه و عاملش جمهوری اسلامی و بتونن به هر صورتی که شده حتی یک قربانی دیگه هم نداشته باشن و در دراز مدت بتونن جمهوری اسلامی رو به مجازات های خودش برسونن. همکار من الهام سامری یک گزارشی تهیه کرده از این نوع فعالیت ها که من از شما تقاضا می کنم در اول به این گزارش ما توجه کنیم و بعد به بحث خودمون ادامه میدیم. با سلام، الهام سامری هستم، گزارشگر علیه تبعیض، تلویزیون علیه تبعیض. همطور که میدونین عمل غیر انسانی جمهوری اسلامی بر علیه زنان بدحجاب به صورت پاشیدن اسید به صورت خانم ها دنیا رو تکون داده. اعتراضات مردمی در ایران علیه اسید پاشی دیگه صحبت زن و مرد رو نمیشناسه. مردم خشمگین هستن و میخوان این جریان مسئله مشخص بشه. همزمان در ایران در خارج از کشور فعالیت های زیادی انجام شده و در وهله اول میخوان که اسید پاشی رو اصلا تعریف کنن و در مرحله دوم میخوان که به دنیا بگن عامل اصلی جمهوری اسلامی هستش. امشب خانم ماریا رشیدی مسئول انجمن حق زنان سخنرانی دارن. من در کنار ایشون خانم مهین علیپور مسئول تلویزیون علیه تبعیض و سازمان فتنه زن آزاد رو در کنارشون میبینم. برای تکمیل گزارشم میکروفون به خانم علیپور میدم. بله، خیلی متشکر و منم سلام دارم خدمت بینندگان عزیز. دوست عزیزم ماریا رشیدی اینجاست. البته من تکمیل میکنم یک مقدار معرفی ایشونو. چهره سرشناسی هستن که بخصوص در جامعه سوئد، در مدیای سوئد، در رسانه‌های سوئد تلاش فوق‌العاده‌ای رو میکنن برای افشای جمهوری اسلامی به عنوان یک رژیم آپارتاید جنسی و به نفع جنبش زنان در ایران. بفرمایید ماریا، امشب شما برنامه اینجا دارید، میخواید چی بگید؟ بله، متشکرم از این فرصتی که به من دادید. درود میگم به تمام دوستان بینندگان تلویزیون علیه تبعیض. بله، امشب برنامه‌ای داریم دقیقا در رابطه با مصیبتی که بر سر دختران ایرانی، زنان کشورمون، زنانی که تحت ستم جمهوری جهل جنایت اسلامی هستند و متاسفانه جمهوری اسلامی هر روز برگی از روا از ستمی که به زنها داره رو میکنه و هر روز تعدادی از زنان کشورمون رو به خاک و خون میکشه. مسئله اسید پاشی و برنامه ریزی که جمهوری اسلامی برای عقب نشوندن زنان و به خانه کشاندن زنان و در پس حجاب کردن زنان در پیش گرفته، همین مسئله اسید پاشی که دقیقاً به دلیل ضعف و ناتوانی که در عرض 35 سال به اشکال مختلف تلاش کرده که زنان رو به پستو بفرسته، زنان رو به هر حال کاری بکنه که نه تحصیل بکنن، نه کار بکنن، نه بیان بیرون و فقط به زایش، تولید فرزند و در واقع ارضای شهوات جنسی مرد رو برآورده بکنن. و اما 35 سال تاریخ نگین جمهوری اسلامی نشون داد که این زنان، این شیر زنان نه تنها به خونه نرفتن، بلکه با بدحجابی، با بیحجابی، با تحصیل کردن در دانشگاه ها، با بیرون رفتن و با هر حرکتی که تونستن نارضایتی خودشون رو نشون بدن، گفتن به جمهوری اسلامی
نه زیر بار ستم تو میریم و نه تو رو میخوایم. اما جمهوری اسلامی که جمهوری جنایته، یعنی برای پیشبرد برنامه های خودش دست داعش و داعش ها رو از پشت بسته. ما صحبت از داعش میکنیم در عراق و سوریه، ما داعش واقعی رو 35 ساله داریم تجربه میکنیم و بدبختانه قربانیان این قضیه، قربانیان حکومت جنایتکار اسلامی در درجه اول زنان هستن. برای اینکه بدن زن، وجود زن، زن در جمهوری اسلامی یک ابزاره، یک شیه، یک وسیله است که بتونه شهوات جنسی مرد رو ارضا بکنه، که بتونه تولید مثل بکنه، زایش بکنه و نسل اسلام رو به هر حال بزرگ بکنه. و به همین دلیل زنی که میاد خیابون، زنی که رانندگی میکنه، زنی که به قول خودشون بدحجابه و زن زیبایی که میاد توی خیابون و جوان هست و هزاران آرزو داره، به ناگهان قربانی اسید پاشی، قربانی خشونت های مزدوران جمهوری اسلامی میشه، قربانی خشونت های نهی از منکر و از این مزخرفات که خودشون درآوردن میشه و جمهوری اسلامی هدف داره از این کارا. هدفش اینه که 10-20-300 نفر رو قربانی بکنه و چند میلیون زن ایرانی رو به پستوی خانه بفرسته. ماریا رشیدی، همونطور که شما در جریانین، الان اینا دارن سعی میکنن که این کار و اوامر جمهوری اسلامی نیست. آیا دنیا اینو قبول میکنه؟ نه دنیا قبول میکنه، نه مردم ایران قبول میکنن، نه ما اپوزیسیون خارج کشور قبول میکنیم. ببینید اسناد و مدارکی که مرتب داره بیرون میاد، اولا به یک باره بعد از اینکه امام جمعه اصفهان اومدن فضل افشانی کردن و گفتن حجاب زنان نصیحت از حد لسان گذشته، یعنی چی؟ یعنی از گفتن دیگه گذشته. ما باید اینا رو با خشونت، با عملمون نشون بدیم به زنا که باید حجاب رعایت کنن، زنا باید مانتو رو بذارن کنار، چادر، مقنعه و از این چیزا داشته باشن. هدف جمهوری اسلامی همونجور که مدت ها قبل خود خامنه ای هم گفت، اینها حتی مانتو و روسری رو به عنوان حجاب قبول ندارن. اینا میگن چادر، مقنعه و همین حجابی که مورد تایید اون. با سلام، الهام سامری هستم، گزارشگر علیه تبعیض، تلویزیون علیه تبعیض. همطور که میدونین عمل غیر انسانی جمهوری اسلامی بر علیه زنان بدحجاب به صورت پاشیدن اسید به صورت خانم ها، این گوشه از فعالیت های فعالین حقوق زنان و اونایی که بخصوص برای کمک و درست کردن کمپین های بین المللی برای دفاع از حقوق زنان و کمپین های درون ایران فعالیت میکنن شما دیدین، و ماریا رشیدی از اون چهره هایی هست که الان نقش بسیار فعالی در این زمینه داره و ما بهش خسته نباشی میگیم. بله، الان صحبتی که توی ایران خیلی داغه و مسئولان دولتی انکارش میکنن اینه که این اسید پاشی ها به گردن جمهوری اسلامی نیفته. لایحه‌ای به مجلس میره قبل از شهریور امسال، امر به معروف و نهی از منکر باید اجرا بشه، امامان مختلف شروع میکنن رجزخونی پشت میکروفون ها و شستشوی مغزی، و بعد از اونم انصار حزب الله درست میشه و تجهیز میشه و بهش پول میدن و از اون اتوبوس های وحشتناک بهش میدن که کنار خیابونا میذاره و امکانات بسیار زیادی که باید وارد خیابون بشه و فرهنگ سازی کنه. ولی باز دوباره این امامان بخصوص امامان جمعه الان خفه خون گرفتن و انکار میکنن که این اسید پاشی ها دست دولت جمهوری اسلامیه. من یک مقداری از صحبت‌های این امامان رو پیدا کردم که برای شما میخونم. یوسف طباطبایی نژاد امام جمعه اصفهان میگه که برای مقابله با بدحجابی باید چوب تر را بالا برد و از نیروی قهریه استفاده کرد. ایشون باز میگن که رعایت عفاف و حجاب را یکی از موارد به معروف و نهی از منکر برشمرد که به لحاظ شایع‌تر بودن بسیار مطرح است.
آیت الله طباطبایی اینطور ادامه میده که امر به معروف و نهی از منکر هم زمان قدیم به صورت افرادی به نام محتسب بوده است که شلاق به دست بودند. وی همینطور ادامه میده که اینا رو البته صحبتهایی هست، رجزخونهایی هست که پشت میکروفونای نماز جمعه میکنن برای اون افرادی که میرن اونجا و اینا میخوان بسیجشون کنن برای سرکوب مردم و زنان. نیروی انتظامی و سایر دستگاه ها اجازه ندهند کار خلافی انجام شود و جامعه به سمت غیر اسلامی شدن پیش رود. حتی اگر مسئولان رده بالایی که در این زمینه مانع انجام کار شوند، باید جلوی آنها گرفته شود. احمد علم الهدا امام جمعه مشهد اینطور میگن که گناه موزل بیهجابی و بدهجابی از سرقت و آدم کشی هم بدتر است. وی اضافه میکنه که برخی عنوان کردند که موزل بیهجابی و بدهجابی را باید با مسائل فرهنگی رفع کرد. ولی آیا موزلی که امنیت عمومی و اجتماعی مردم را به مخاطر می اندازد میتواند فقط با مسائل فرهنگی حل شود؟ یک نماینده مردم استان خراسان در مجلس خبرگان رهبری ضمن قدردانی از عملگر و تعامل نیروی انتظامی دستگاه قضایی در برخورد با موزل بیهجابی و بدهجابی میگن که باید قاطعانه امروز با این موزلات اساسی جامعه برخورد کرد. و خود این علم الهدا دوباره ادامه میده که برخی عنوان کردن که این رو ما لسانی باید حل کنیم و نباید به زنا فشار آورد. این زمان میخواد، ولی زمان بسیار زیادی گذشته. احمد خاتمی امام جمعه تهران اینطور ادامه میده در باب همین قضیه که مسئله حجاب در جامعه امروز ما تبدیل به یک مشکل و فاجعه فرهنگی شده است. دیگر نمیتوانیم بگوییم در حوزه مسائل فرهنگی و علل خصوص حجاب در کشور کمکاری صورت میگیرد و باید گفت اصلا کاری صورت نمیگیرد. وی اضافه میکنه و میگه که ما باید وارد عمل بشیم و دست به کارهایی بزنیم و باید برای مسئله حجاب خون ریخته شود. این دقیقا صحبت هایشونه. احمد خاتمی در جای دیگه میگه که بیهجابی و بیعفتی مسائلی همچون طلاق، سقط جنین، فرزندان بی سرپرست را به دنبال خواهد داشت که غرب هم اکنون بدان مبتلا شده است. احمد جنتی در جای دیگه میگه که نیروی انتظامی باید در مبارزه با بدهجابی وارد عمل شود. آیا میتوانه مثلا در مبارزه با اراذل و اوباش و قاچاقچیان و مواد مخدر هم کار فرهنگی کرد؟ مسئله بدهجابی از این مسائل بدتر است. بله، جنتی چی میگه؟ جنتی ایشونم باز میگه که این موضوع باید به دست قانون سپرده بشه و قانون باید وارد عمل بشه. علی برهان امام جمعه مهریز یزد میگه که زنان بدهجاب مانند الاغ‌های پالاندار هستند. ایشون میگن که افتخار ما مهریزی ها مذهبی بودنمون هست و در این هم قرص قرص هستیم و شوخی بردارم نیستیم. به حق رسول الله خدا نکند که روزی شیاطین بخواهن مهریز بکر و دست نخورده را خرابش بکنند. بله، ایشون باز ادامه میده که انسان بیهجاب مانند الاغ و بیپالان است. چشمانش دیگران به زودی از او سیر می شوند و دیگر وسوسه نمی شوند و به همین خاطر هم هست که در غرب کسی دیگر از دیدن زنان بدهجاب وسوسه نمی شود. مثل این که ایشون نگران وسوسه شدن خودشه. امام جمعه معریض ادامه می ده که من نمی خواهم ترویج بدهجابی بکنم، فقط میخواهم بگویم که بدهجابی از بیهجابی پلیدتر و زشت‌تر است. ایشون باز ادامه میده که ناموس و دین مردم حفظ حیاست که خدا امثال این گونه مؤسسات قرآنی را در این شرط زیاد میکند. منظورش همون معرض یزد است.
و خدا نکند روزی ما اینجا سینما داشته باشیم که دختر و پسر در این شهر مذهبی دست به دست هم به سینماها برن. ولی عزیزان اینا دقیقا در زمان صورت میگیره، همزمان این نماز جمعه ها به این صورت مباحثش عوض میشه وقتی که اون لایحه به مجلس میره و اینا یک دفعه شروع به این تبلیغات میکنن و اون انصار حزب الله خودشونو بسیج میکنن و اسید پاشی ها شروع میشه و الان هم منکر این هستن که این یک اسید پاشی دولتی و از طرف مزدوران جمهوری اسلامی و از طرف خود مسئولین و مامورین جمهوری اسلامی هست، امامان و اونایی که فتوا میدن و خامنه ای هم که تایید میکنه. الان هم همشون خفه خون گرفتن و هیچ صحبتی نمیکنن در رابطه به این مسئله اسید پاشی. مردم به خوبی میدونن که این اسید پاشی ها صرفاً به خاطر اینه که اراده زنان رو در هم بشکنه، مانع تحول فردای زنان بشه و همینطور اونا رو مجبور به تمکین، مجبور به اطاعت و منکوب کنه به قول خودشون و اینکه اون فرهنگ مردسالار و اون قوانین زن ستیز خودشون رو راحت تر بتونن عملی کنن. ولی ما دیدیم و شاهد این بودیم که خروش اعتراضات مردمی چه صحبتهایی رو با خودشون به خیابونها برد و همگی خواهان این شدن که دست مذهب باید از سر زنان کوتاه بشه، قوانین مذهبی تبعیض میاره و این کار امام جمعه هاست و شرم بر امام جمعه های مختلف شهرهای مختلف داشتن. و به همین خاطرم من اینجا ازتون میخوام دوباره که یک گوشه از فعالیت‌های خارج از کشور رو که درست با همگامی مردم تو ایران هست، با همگامی و دفاع از خواسته های زنان تو ایران هست و این فیسبوک ها، این هوم سایت ها که درست شده بسیار مؤثر هست و مردم زیادی به اینا میپیوندند، مطالب خودشونو میذارن، اخبار خودشونو میذارن و سعی میکنن که خبررسونی کنن، افکار سازی بکنن بر علیه اسید پاشی و بر علیه جمهوری اسلامی و بتونن در سطح جهانی مانع این اتفاقهای زشت، ناگوار و دردناک بر علیه زنان میشن. صفحه ای رو که شما الان دارید میبینید کمپین جهانی علیه اسید پاشی هستش که از طرف زن آزاد، گروه فتنه، جنبش برای رهایی زن صورت گرفته که این صفحه بسیار فعال هست و فعالین این شب و روز سعی میکنن که این صفحه رو بتونن پربار کنن که بتونه قابل دسترس فعالین زن چه در خارج و چه در داخل ایران صورت بگیره. این یک نمونه از تلاشایی هست که بر علیه اسید پاشی داره صورت میگه به امید این که ما بتونیم اول جلوگیری کنیم از این پدیده زشت. یک قربانی دیگه ما نمیخوایم و این که دست جمهوری اسلامی افشا بشه و مجازات خودشو ببینه. به همین خاطرم من برنامه خودمو خاتمه میدم با یک میشه گفت شعر، من نمیدونم اسم اینو بذارم، خواست بزرگ، خواست انسانی که مردم در تظاهرات 30 مهر امسال داشتن در اعتراض به خشونت علیه زنان و از این اسید پاشی ها در شهر اصفهان. مردم با هم فریاد میزدن چو هم صدا شویم و پای به پای هم رویم، دست به دست هم میدهیم و از ستم رها شویم، جهان دیگری بسازیم از برابری، به همدلی و خواهری جهان شاد و بهتری. بله، این یک اختتامی بسیار قشنگی بود برای برنامه امروز ما و متاسفانه امروز که تظاهرات زیادی در میادین مختلف شهر استکهلم صورت گرفت، برنامه ما قبل از اون ضبط شد و ما نتونستیم که گوشه از این تظاهرات رو که مردم زیادی در اون شرکت داشتن برای شما داشته باشیم. و از اینجا از شما تقاضا دارم که به هر صورتی که میتونید، به هر شیوهی که میتونید بر علیه این حرکت‌های اسلام سیاسی
که در یک جایی به صورت زنان اسید میپاشه، در جای دیگه زنا رو حراج میکنه و در جای دیگه ما بالفرض مثل همین گروه بوکو حرام در نیجریه که در چند ماه پیش 200 دختر دیگر رو از مدرسه رو بوده، به این صورت خودشو نشون میده مبارزه کنیم. این یک مشکل جهانیه و راه حل جهانی هم میخواد و همه ما باید دست به دست هم بدیم و از انسانها، انسانهایی که علیه این و نفرت دارن از این حرکتها و زن ستیزی ها بخوایم که این کمپین ها رو محکمتر کنند. به امید یک روز برابر و شاد برای همه انسانها در هر کجایی که هستن. و با تشکر از اینکه شما هم تا اینجای برنامه با ما بودید، هر کجا که هستید شب و روز شما خوش.